رسیدیم به قسمت چهارم سریال گل یا پوچ. تو این ویدیو با همون همراه باشید، قرار درباره این رئالیتی شو جذاب صحبت کنیم. سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. من امینم. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم. اگه به این محتوا علاقه دارین، یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید، نوتیف رو هم روشن کنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. خدا رو شکر توی این اپیزود دیگه خبری از حواشی جدیدی نیست. نیکو یوسفی مثل آقای مدیری که کل این مدت از اسکار گرفتن تا الان سکوت کردن، و اگه براتون سوال نیکی یوسفی کیه، با سرچ راحت میتونید بهش برسید. من نمیتونم خیلی توضیح بدم. تو قسمت‌های قبلم سعی کردم حواشی رو پوشش بدم، ولی خب دیدهای مختلفی وجود داره دیگه. تقریبا دو دسته است. یه سری میگن بیان اوکی باشیم، حمایت کنیم، بشینیم نگاه کنیم. یه سری‌ها میگن طرف مردم بودن از این حرفا. یه سری‌ها هم میگن نه، خب چطور این برنامه رو گرفتن، چطور اولترین دوران زندگیشون بعد از کرونا اتفاقات بوده و تونستن این همه موفق باشن، اصلا برنامه ها کی ضبط شده. از این دست حواشی که بیشتر توی توییتر یه سری ها فوش میدن و اینا، یه سری هم حمایت میکنن. یه سری حواشی جدید دیگه هم بهش برخوردم درباره خود برنامه. از اون اولم میدیدم ولی الان خیلی بیشتر شده. خیلی ها میگفتن برنامه باید بیشتر وقت میذاشتن روش، تلاش میکرد و هیجانی که باید و نداره، که به نظر من اصلا اینطور نمیبینم. برنامه خیلی پر هیجانیه برای من، با وجود اینکه مردم شرکت کننده هاشن نه سلبریتی ها. خیلی برنامه جذابیه. خیلی وقت بود ما یه برنامه جذاب مردمی نداشتیم که به جذابیت این چنینی باشه. حتی با برنامه‌ها و رئالیتی‌ها و گیم شوهایی که سلبریتی‌ها تو شرکت دارن رقابت کنه، برنامه سطحش توی مثلا گیم شوی مردان آهنین صدا و سیما مونده. برنامه‌های مردمی از شبانگی بگیر که قسمتیش با مردم تا صدا و سیما و و و دکور به نظر من بخشی از فرهنگ ما. برنامه کپی نیست. بعضیا میگن دکور چرک و فضا قهوه خونه ای داره، و بعضیا به شرکت کننده ها گیر دادن که اصلا به نظر من جای گیر دادن نداره. مشخصه کسی که اومده گل یا پوچ بازیکن کاری بخونه، یه دیسیپلین و کاریزمای خودشو داره. به نظر من شرکت کننده های خفنی هم هستن، فوق العاده، حتی بعضیاشون بهتر از سلبریتی ها بدون حواشی. ولی خب بعضی میگن آقا اینا مثلا انگاری حبس کشیدن، و خود شرکت کننده تاش بیوگرافیشو میگه. ما از شرکت کننده ای که بی سواده تا شرکت کننده ای که دکترا داره دیدیم توی این برنامه، از سنین مختلف تا سطح سواد مختلف، و خردی به برنامه نمیشه گرفت. به نظر من بازی گل یا پوچشون جذابه. غیر از اینم هرچی بگیم حواشیه، در حالی که اصلا مشخصه هم از همه چیش روی حداقل خود برنامه، حالا نه این پکیج کلیش که چطور ساخته شده و اینها. بله کلی حواشی داره، ولی خود برنامه نه. هستی که جایی برای حواشی نداره. نظر شخصی من اینه که بالاخره یه برنامه اومد بهتر از مافیا و ایونت هایی که بعد از مافیا به وجود اومدن، هم از لحاظ شرکت کننده، هم از لحاظ جذابیت برنامه و هیجانش، و به نظرم میتونه دوباره این سرگرمی فراموش شده مردم رو زنده کنه تو قهوه خونه ها، توی کافه ها، و حتی جای مافیا رو هم بگیره. و یه بدی که گیم شو ها اخیرا داشتن، مثل زودیاک و پدرخوانده، اکثرشون سلبریتی های تکراری دارن، سناریوی تکراری دارن، و زرق و برقشون، دکوراسیونشون زننده شده، و خود برنامه هم کلی حواشی داره. یعنی کلی بزن بزن و دعوا و کل کل و اینها داره، چه تو برنامه چه بعدش استوری میذارم بر میخوره بهشون. اصلا به نظرم دیگه نیاز نبوده اون رئالیتی شو ادامه پیدا کنه. مخاطباش هم خیلی کمتر و کمتر شده، تا حدی که اصلا من بجز ویدیو معرفی فکر نکنم براشون ویدیو گرفته باشم. خودم که دنبال کنندش نبودم، فقط در سطح معرفیشون کردم. اما بریم سر خود این قسمت. 4 اپیزود گذشته ما با تیم های جذابی آشنا شدیم. هر اپیزود جذابیت خودشو داره، اینو تو قسمت های قبلم گفتم. یه جا گلگیر خوب داریم، یه جا اوستای خوب داریم، یه جا یه جوون خوب بازی میکنه. احمد گلگیر و امیدو داشتیم که توی اپیزود قبل یه دوئل جذاب داشتن. البته امید یه ذره چش خورد و احمد فوق العاده بود. آقای ادیبو داریم که اوستای شکیل و پیره، اوستای قسمتی که به شدت منتظر بودم دوباره ببینمش رو توی این اپیزود دیدیم. حسن آقای عزیز اصلا کاریزمای خاص خودشو داره حسن آقا، و خیلی قشنگ بازی میکنه، خیلی قشنگ کری میخونه. گرچه یه ذره این کری خوندناش و احترامی که فراز واسش قائل بود باعث شد آخرش فراز بندو پاره کنه، و معمولا دیگه برنامه تموم میشه همه با هم اوکی اندی، کسی کری نمیخونه، مخصوصا برنده برای بازنده. حالا فراز جوون بود، ذره حواسش نبود، یه ذره زیادی داشت کری میخون اون لحظه که برنده شدن. هیجان برنامه است، قابل درک. بزرگترها حواسشون بود، سکوت کردن، دست دادن با هم، و خیلی برنامه خفن تموم شد. چقدر شروع این قسمت خفن تر بود. خالی بازی عمو رجب تو
تمرین ها رو نشون داد و خالی بازی امون رجب فوق‌العاده خفنه، اصلا نمیدونم چطوری. اول فکر میکردم دست خالیه اینطوری میتونن خالی بازی کنن، ولی زمانی که گل دستش هم هست همینقدر قشنگ خالی بازی میکنه. و یه چیزی، ای کاش احسان منصوری صدا سازی نکنه، ایشون آلردی توی ویدئوهای یوتیوبش صدا سازی داره و هر چی سعی میکنه شیکویی بیشتر داشته باشه خراب میکنه، مخصوصا این برنامه رو. یه وایب یوسف و پیامبر به من میداد این قسمت وقتی داشت متنها رو میخون. یکم به نظر من نریشن جای بهتر شدن داشت، افراد بهتری بودن، یا خود احسان منصوری خودش میتونست بهتر ارائه بده نریشن رو، و حالا نمیدونم چرا نشد. ان فصل بعد برنامه های بدتر خیلی بهتر عمل کنن. میگم یه وایب مصنوعی میده گاهن که خراب میکنه برنامه رو. گل توی سکه انداختن افتاد دست تیم فراز، فراز و آقای رضایی آقا مسلم، ولی از دست فراز اینها فرار کرد و دوباره افتاد دست تیم حسن آقا، اما دوباره نجاتش داد. یه نکته خوبی که تیم فراز داشت، یک آرامششون بود که پوشالی هم نبود. حالا باز فراز خیلی شو و نمایش طور داشت توی حرکاتش، توی نگاهش، ولی دو نفر دیگه با تموم استرسی که داشتن خیلی آرومتر از تیم مقابل بود، با اون که تیم مقابل خیلی سعی می‌کرد خودش آروم نشون میده و در این حال خیلی حواسشون جمع بازی بود، بازی رو خوب درک کرده بودن و استفاده درستی داشتن از این کارتا. من نمیدونم، کارتا رو انگار تیمای دیگه میخوان ببرن با خودشون خونه. درست استفاده کنید کارتا همون اول که روحیتون از دست نرفته، چون هر چقدر به اواخر بازی نزدیکتر میشیم استرس بالاتر میره، روحیه عوض میشه و بیشتر متوسل به عجله و حدس میشن و حتی اگه کارت هم استفاده کنن سخت اون کارت به کار میاد و نجاتشون میده. پس خیلی درست درک کردن قوانینو، مخصوصا وقتی تیم مقابل حتی حواسش به قوانین هم نبوده، دو جا اشتباه کرد، یه جا نجات پیدا کرد قبل از زنگ زدن گفت و گل و لو دادن تاش رسید دستشون، یه جا هم امون رجب هر دو تا دستشو سر گل مف گنجیش مف سنگ مف باز کرد که اشتباه بود، واسه یه دستشو باز میکرد. این همونطوری که ما خب مافیای کلاسیک داریم، مافیای جدیدتر هم داریم، این یه نوع گلیاپوچی که خب بابت برد و گل و حالا اون ساچمه 1.5 میلیاردی میتونه باشه، هم به خاطر جذابتر شدن برنامه و به نظر من قوانین پیچیده و بدی هم نیستن. من خیلی اوکی ام با قوانین و خیلی جذاب میکنم برنامه رو، فقط باید درکش کرد و خوب ازش استفاده کرد و خوب حواس آدم به قوانین باشه، مطمئنا از فصلای بعد بهتر میشه. آها یه چیزی، فراخوان گلیاپوچ هم اومده، میتونید برید دنبالش اگه جذاب براتون، تیم بدین یا تک نفره برین تیم پیدا کنیم. و همونطوری که فصل 1 گفتم فراخوان دادیم ولی من فراخوانی ندیدم، البته آینیک یوسفی گفتن از اوین که بودم مد شدم، میگن اوینی داو رسیده، اونجا خیلی دوست و مشتاق این برنامه رو پیدا کردم، ولی خب خودشون گفتن فراخوان هم دادیم ولی ما فراخوانی ندیدیم. اما برای فصل دوم فراخوان اومده، خیالتون جمع. و یه اتفاقی که از اپیزود دوم یا سوم افتاد، دقیق یادم نیست و الان تو اپیزود 4 مطمئن شدم، اینه که دیگه گلو دارن بهمون نشون نمیدن، حتی پاز میزنن رو برنامه، سیاسفید نشون میدن دستا رو بهمون توی یه دونه زاویه واید و باز دستای همه شرکت کننده رو، ولی دیگه دست گلو قرمز نمیکنن. به نظر من جذاب بود، باسی میکردن این کارو. حالا نمیدونم، شاید مخاطبای بیشتری دنبال بودن که گل لو نره، ولی به نظر من گل زمان درستی لو میرفت. دست آخری که قرار بود گلو حدس بزنن توی تدوین گلو به مای مخاطب لو میدادن. من برام جذاب بود، هم باعث میشد اگه قرار بود گلو حدس بزنم درست حدس بزنم، هم باعث میشد اگه بخوام گلو بدونم و ریاکتا رو ببینم به اندازه کافی اطلاعات و دیتا داشته باشم. اما اینکه چطور گلو حدس میزنن توی اپیزود قبلا میگفتم، هر چی جلوتر میریم بیشتر دستمون میاد. اول اینکه گل خیلی کوچیکه، زاویه دید خیلی مهمه و دوربینایی که استفاده شده اکثرا وایدن، یا اگر کلوز هم هستن یعنی زاویه بسته‌ای رو میگیرن، دوربینای حرفه‌ای نیستن، لنز تله میخواد یه همچین بازی. امیدوارم تو فصل‌های بعد بهتر بشه. پس همین تصویربرداری بد نیستا، فقط برای تشخیص گل زاویه حریف روبروی کسی که گل دستشه خب خیلی زاویه بهتری، تصویربرداری بدی نیست ولی میتونه بهتر باشه تو فصل‌های بعد تا ما هم همراه بشیم و بتونیم حدس بزنیم. دوم اینکه خب شگردای خاص خودشو داره دیگه، حدس حس ششمه، به جز کارت ها و خالی بازی ها تهش بازم میرسیم به حدس و حس ششم. خب اگه بازی کرده باشین خودتونم، من از ابتدایی تا الان که بازی میکنم خودتون دستتون میاد. حالا ما این محدودیت رو نداشتیم که از دور حدس بزنیم، دست طرفو میگرفتیم دستمون سنگین سبک میکردیم، اینا هم به جذابیت بازی اضافه میکنه و میتونه تو فصل بعد باشه، میز کوچیکتری باشه، حس صمیمیت بیشتری باشه، کری خونی های بیشتری باشه، ولی تهش حدس و خود سبک سنگین میکنی.
چشم ها رو نگاه میکنی، دست ها رو نگاه میکنی، تاش هم بدون دیدن گل حدس میزنی. حالا اونی که گل رو میبینه میگه کیف میکنه، یه نفره دیده بقیه ندیدن، مخصوصا عمو حسن که وقتی معمولا میبینه علیکی خالی بازی میده نظر رو بقیه رو میپرسه و تاش گل رو نجات میده. ولی جذابیتش به اینه که نمیبینی گل رو، سبک سنگی میکنی و حدس میزنی. چرا اصلا ما که بازی میکنیم، حالا انقدر حرفه‌ای نیست، اصلا پشت بازی میکنیم، جلو نمیاریم گل رو. باید دقت کرد به نگاه ها، به برنامه، که البته یکمی هم سخته چون کامرا و دوربین هی عوض میشه، مولتی کامراست توی تدوین، دوربینا که عوض میشه، گرچه خیلی جاها میتونه کمک کنه، خیلی جاها میتونه ما مخاطب رو گول بزنه هدفمند و ما چشم هر سه بازیکن رو نداشته باشیم که بتونیم درست حدس بزنیم. به هر حال یه همچین برنامه‌ای برای اولین بار ساخته شده و خیلی جای بهتر شدن داره. همینی که هست خیلی عالی تر از بقیه گیم شوها و رئالیتی شوهاست، اما میتونه خیلی بهتر هم بشه. بقیه که از شباهنگی تا سرگیجه تا زودیاک تا مافیا همه اسکین، همه یه کپین از چیزهای بهتر خارجی، حتی اسکار. اما این برنامه با اون که عالیه میتونه عالی تر باشه. خلاصه تیم عمو حسن اصلا بهش برنده بودن میاد. من دوست دارم همش برنده بشه چون بهش میاد، میدونید اون استایلشو داره. ولی خب فرازم به عنوان یه جوون بهش میومد این دستو ببره. نهایتا تیم آقا مسلم، فراز و آقای رضایی با هم تیم بودن، برنده این بازی شد. توضیحات اینکه چطور تیم ها مقابل هم قرار میگیرن و چطوری بازی و چطور به نیمه نهایی و فینال میرسن توی این فصل و این فصل تموم میشه هم توضیحات تکمیلش رو آقای منصوری آخر برنامه داد توی نریشن و دیگه نیازی به حدس و گمان های من نبود، چون من اپیزود قبل سعی کردم متوجه این بشم چطوره، چی به چیه، چی به چی نیست و تا حدی هم درست حدس زدم، ولی خب حدس بود، نمیتونستم مطمئن بیان کنم حرفامو. تو کامنت ها اتفاقا بهم گفتید اکاس برنامه رو بهتر ببینید و دقت کنید بعدم بیاد توضیح بدید. خب من تا به حال توضیح نداده بودن، حدس بود دیگه، ولی الان شک و گمان ها برطرف شده. چطوری روبرویا؟ امیدوارم که همین روند روبروشت و سعودیشو داشته باشه برنامه، هم تو هر اپیزودی که میبینیم، هم تو فصل بعدی که قراره ساخته بشه و ببینیمش. من خیلی ممنونم بابت این برنامه که ساخته شده، جذاب، لذت میبرم ازش. شما برام کامنت بذارید دربارش، چطور بود، چطور نبود، از حواشی تا چهار اپیزودی که گذشت تا خود برنامه و شرکت کننده ها، و همچنین درباره حرفا و ویدیوی منم کامنتیاتون نره. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایکیاتون نره، سابسکرایب و نوتیف کانالم یادتون نره، سر بزنید به کانالمون، زنگوله رو روشن کنید، هر روز ویدیو داریم از دستشون ندید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.